پیگیری پرونده پرپیچ و خم هتلی که در حریم جاجرود سر به فلک کشید. تمام مراحل ما کاملا دوستان ما به طور دقیق بررسی کردن. ما منتظر بررسی بخش بازرسی وزارت کشور هستیم که اونم تموم بشه. این گزارش رو ببریم در جلسه که خدمت وزیر محترم کشور خواهیم بود، تعیین تکلیف کنیم آینده این هتل رو. استاندار تهران در حالی منتظر دریافت گزارش بازرسی وزارت کشور در خصوص تخلفات پروژه هتل آرینا در جاجرود هست که بنابر اظهارات مسئولان محلی یکی از پایه‌های این هتل داخل حریم رودخانه جاجرود قرار گرفته و هیچ چاره‌ای هم جز تخریب اون وجود نداره، ضمن اینکه کل ساختمان هم در درون حریم کیفی رودخانه قرار گرفته است. تمام کارهامون قانونی هست، کوچکترین مشکلی از هیچ لحاظ نداریم. کسی که سند مالکیت داشته باشه، مجوز ساخت داشته باشه و قبلا هم توش ساختمون بوده باشه، اینجا سه تا ویلا بوده توش، میشه توش ساختمان ساخته بشه. من اومدم رودخونه جاجرود رو حفظ بکنم، من نیومدم اینجا هتل بسازم و رودخونه جاجرود رو آلوده بکنم. در حالی که مالک این هتل مدعی است تمام روند اجرایی این پروژه قانونیه، اما ظاهرا مجوزهای اخذ شده مغایر مصوبات بالادستی است. دستور جلسه شورای عالی کارگروه معماریه، درسته؟ فرمانده راه ترابری غایب بوده، مدیر کل آب غایب بوده، فنی استانداری هم غایب بوده. این قابل ابلاغ نیست، یکی از تخلفات محرز ابلاغ کارگروه. و این در حالیه که وزیر کشور هم اخیراً اعلام کرده به زودی پرونده این پروژه رو مختومه خواهد کرد. من این پرونده اگر بیاد و کار غیر قانونی باشد که حتما غیر قانونیه، یقین بدانید که اصلا نه شک میکنم نه تردید، سریعا دستور تخریبش رو میدم. قولش رو میدی شما؟ بله. اما آخرین خبر از پیگیری این ماجرا از زبان قائم مقام وزیر کشور، به لحاظ پیگیری هایی که انجام گرفته بود راجع به این هتل، عملیات ساختمانی این هتل فعلا متوقف هست و هیچ گونه کار ساختمانی در این هتل انجام نمیگیره تا نهایتاً تعیین تکلیف بشه. در مسیر دستگاه قضایی یه موقع ممکنه که رسیدگی منجر به تخریب این ساختمان بشه، منتها اون چیزی که مسلمه مسجله به هیچ وجه از هیچ گونه تخلفی صرف نظر نمیشه.